سلام، سلام به همه شما دوستای عزیز. به یک قسمت دیگه از برنامه نمکدون خوش اومدید. علیرضا هستم و امروز قرار هستش که یکی از غذاهای خیلی خیلی محبوب ما ایرانی ها که ایتالیایی هستش رو بهتون آموزش بدم. البته به روش خودم هستش این غذایی که دارم بهتون آموزش میدم. همه ما لازانیا رو که غذایی هستش که میخوام براتون درست بکنم به روش مختلفی درست کنیم. حتی تو ایتالیا وقتی که درستش بکنم با ما ایرانی‌ها که زمین تا آسمون فرق بکنه. این روشی که من میخوام بهتون آموزش بدم امروز، یه سری چیز هستش که خودم اضافه میکنم، یه چیزی در اومده بین غذاهای ایتالیایی ولی به ذائقه ما ایرانی‌ها یکم تغییر کرده. مثل همه غذاهای دیگه‌ام تصمیم گرفتم که این رو هم بهتون آموزش بدم، چون مطمئن هستم برای مهمونیاتون خیلی خیلی خوشتون میاد و درست میکنید و لذتش رو میبرید. موادی که میخوام از این برای لازانیا من استفاده میکنم، خب گوشت چرخ کرده هستش که یکی از اصلی ترین موادش هستش برای راگوش که درست میکنیم. حتما سعی کنید گوشتش گوشت گوساله یا گوشت گاو باشه، گوشت گوسفند استفاده نکنید چون به خاطر چربی زیاد و بویی که داره یه ذره طعم لازانیا رو عوض میکنه. این سلیقه‌ای هستش، به سلیقه منه و خواهشاً این کار انجام بدید. من فلفل دلمه قرمز دارم استفاده میکنم، یکم رب گوجه استفاده میکنم ازش و پازاتا که تقریبا مثل رب گوجه روون شده هستش، میذارن رب گوجه رو میپزه و بعد اون وقت بلندش میکنن و میشه تقریبا یه حالت سس گوجه مانند که برای درست کردن مایه گوش لازانیا خیلی خوب هستش. سبزی‌های معطر استفاده می‌کنم، پیاز، سیر، یکم قارچ و در کنارش می‌خوام سس بشامل که یکی از سس‌های مادر هم هستش و در غذاهای ایتالیایی و یا غذاهای فرانسوی خیلی استفاده ازش میشه و یکی از سس‌های اصلی هستش که برای لازانیا استفاده می‌شه، اونم بهتون یاد بدم. اینا که تموم شد می‌خوام بهتون یه دونه سالادهای خیلی خیلی معروف ایتالیایی رو هم بهتون یاد بدم که خیلی آسونه و در کنار لازانیا خیلی خیلی خوب میشه. بریم برای درست کردنش. همونطور که گفتم یکی از سس‌های مادر و اصلی که توی خیلی از غذا استفاده میشه سس بشامل هستش. سس بشامل ترکیبی از آرد، کره، شیر و وقتی که میخواین این رو تبدیلش بکنید به سس پنیر بهش چیزای دیگه هم اضافه میکنید و تبدیل میشه به سس پنیر که من برای لازانیا سس بشامل رو تبدیل به سس پنیر میکنم و لابلاش میگذارم. حتما سعی کنید که شیرتون، یعنی سعی نکنید، حتما مطمئن باشید که شیرتون داغ هستش، یعنی نباید جوشیده باشه ولی ولرم باشه که وقتی به آرد اضافهش میکنید گوله گوله نشه و چیز باشه. و من خودم همیشه شیر رو با یه دونه نصف پیاز، چند تا برگ بو و یه چند تا دونه فلفل از این پپرکورن های گردی که دونه فلفل هستش رو داخلش میذارم و اینو سعی میکنم یکم باش عطر و طعم و اینفیوز بدم و مزهش رو بهتر بکنم. شروع میکنیم برای درست کردن آرد و اول میگذاریم که حرارتمون بالا باشه و من آرد رو دارم استفاده میکنم و آرد رو میریزم اینجا و میذارم که یه حدود دو قاشق غذاخوری تقریبا میشه دو تا قاشق. اگه خواستید یکم بیشتر میتونید اضافه بکنید، بسته به مقدار لازانیایی هستش که دارید درست میکنید. میذاریم روی حرارت تا یکم خامی آرد گرفته بشه و کره رو من اضافه میکنم بهش وقتی که یکم خامی آرد گرفته شد. یکم خمش بزنم و این رور یا همون خمیری که اینجا قرار هستش رو درستش میکنیم. تو اکثر رسپی ها میگن که میزان آرد و کرتون باید تقریبا با همدیگه برابر باشه. من دو تا قاشق کره استفاده، دو تا قاشق و نیم آرد استفاده کردم و به اندازه حدود از کم کم اضافه میکنم و همش میزنم تا ببینم که اگر نیاز داشتش باز دوباره بهش اضافه میکنم. باید آروم آروم همش میزنیم تا
کره و آرد آب میشه، خامی آرد باید گرفته بشه، آردتون باید پخته بشه و تنها راهی که میتونید این رو متوجه بشید با مزه مزه کردنش هستش. دلیلی که همونجور که بهتون گفتم دلیلی که مهم هستش که من میزان کرم اندازه بودش بقیهش رو میذارم اینجا، دلیلی که بهتون گفتم شیر حتما باید ولرم باشه، یکی از دلایل هستش این هستش که از گله گله شدن اون سوستون جلوگیری میکنه. من آروم آروم و بعد آروم میتونید بهش شیر رو اضافه میکنید و همش میزنید. یعنی اصلا نباید این حرکت یو همه شیر رو اضافه بکنید، بهش خیلی آروم اضافه میکنید، همش میزنید و این خودش آروم آروم گرفته میشه. تون باید همش بزنید و غلظت شیر و غلظت سوسی که میخواین درست بکنید همش بستگی داره به غذایی که دارید استفاده، غذایی که قرار هستش باش درست بکنید. اگر دارید لازانیا درست میکنید خب به هر حال یه غلظت مشخصی باید داشته باشه که وقتی که به لایه اون میریزید، لایه گوشت و پاسته های لازانیا میریزید و اینها ورقه های لازانیا میریزید، خیلی چیز نباشه، خیلی رقیق نباشه و خیلی هم غلیظ نباشه. وقتی که احساس کردید دیگه به اون اندازه رسیده که میخواین، یعنی و شروع میکنه خودش به غلیظ شدن، من بهش یک قاشق، چون این تا اینجا میشه سس بشامل شما، من الان اینجا دارم اینو دیگه تبدیلش میکنم به سس پنیر یا همون چیز سسی که میخوام بریزم، برای همین بهش یه قاشق سس وستشر اضافه میکنم، نمک و فلفل، و جوز هندی افتاد توی از این اتفاق همشه تو آشپزی میافته دیگه، کارش نمیشه کرد دیگه، بخش جدا نشدنی از آشپزخونه هستش. برای حدود 6-7 تا یکم بیشتر میزنیم بهش، جوز هندی هم میذاریم اینجا، جوز هندی خیسمونو میذاریم اینجا، اینم همش میزنیم و تقریبا الان یک غلظت روونی داره. دلیلی که من این کار کردم برای این هستش که میخوام بهش پنیر اضافه بکنم و بعد این خودش سفتش میکنه، ولی اگر میخواستید به شاملتون یکم غلیظتر باشه و برای لازانیا سس پنیر نمیخواستید استفاده بکنید، شیر رو کمتر بهش اضافه بکنید. این الان تقریبا به اون مقدار میزانی که من دلم میخواسته رسیده، از روی حرارت باید ورش دارم و بعد پنیر رو بهش اضافه میکنم و این میشه سس پنیرمون. پنیر رو من قبل از اینکه بخوام لایه‌ها رو اضافه بکنم بهش اضافه میکنم. میریم سراغ درست کردن راگو و گوشتمون. خب الان سس بشامل آماده شده، گذاشتیمش کنار همونجوری که بهتون گفتم، میریم سراغ درست کردن راگو یا همون گوشت لازانیا. همونطور که بهتون گفتم حتما مطمئن باشید که گوشتی که استفاده میکنید چربی بالایی نداشته باشه آنچنان، یعنی حتی اگر میخواییم داشته باشه میکس استفاده کنید. به صورت کاملا سنتی توی ایتالیا لازانیا رو با گوشت پورک درستش میکنن، ولی خب ما با گوشت گوساله داریم درستش میکنیم برای اینکه به ذائقه ما بیشتر میخوره. برای درست کردنش من از گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه، سبزی‌های معطر، پیاز و سیرک به حال از همونجا شروع میشه، سس پازاتای همون رو به گوجه حل شده هستش، قارچ و گوجه فرنگی و پنیر دارم استفاده میکنم. خب اول از همه قرار هستش که ما ظرفمون رو روشن میکنیم، یکم روغن بهش اضافه میکنیم،
و میگذاریم تا روغن که یکم داغ شد، بعد پیاز رو بهش اضافه میکنم. پیاز رو بهش اضافه میکنیم. ولی سیر رو همون موقع من بهش اضافه نمیکنم، چون معمولا وقتی پیاز و سیر رو شما بهش اضافه میکنید این خودش پیاز ذره بیشتر طول میکشه تا پخته بشه، سیر سریعتر پخته میشه، امکان داره سیرتون سریع بسوزه. برای همین بذارید یه چند ثانیه به اندازه یک دقیقه این پیازتون یه تفت کوچیکی بخوره توی روغن، یکم نرم تر که شدش بعد ما سیر رو بهش اضافه میکنیم. سبزیایی که من دارم استفاده میکنم برای به قول لازانیا از جعفری و اورگانو دارم استفاده میکنم. اورگانو همون پونه کوهی هستش، شاید توی ایران خیلی ها ندونن اورگانو چی هستش، ولی اگر در دسترستون نیستش، اگر نمیتونید پیداش بکنید، میتونید از آبیشن هم استفاده بکنید. اگر از آبیشن خشک استفاده میکنید یا از اورگانوی خشک استفاده میکنید، سعی کنید خیلی کمتر استفاده بکنید ازش، خیلی زیاد نزنید، چون عطر و طعمشون برعکس خیلی جالب هستش. اورگانو و آبیشن جزء گیاهان روغنی هستن که وقتی که خشک میشن عطر و طعمشون یه ذره بیشتر میشه تا وقتی که تازه هستن. برای همین اگر دارید از آبیشن تازه استفاده، از اورگانوی تازه استفاده میکنید مثل من، یک بویی هم داره اصلا، واقعا همین دقیقا بوی پیتزا فروشی هستش که میرید تو پیتزا فروشی یک بوی خیلی خوبی میپیشه از بوی اون سبزیه، دقیقا همون بوی داره، از اون استفاده بکنید. بعدم خب من این اضافه کردم بهش. من اینجا بهش یک قاشق دارم روب گوجه استفاده میکنم میزنم، فقط میخوام برای اینکه بهش یه با روغن یکم روب گوجه رو میپزم با پیاز و سیر، یه رنگی بهشون میدم و بعد اون وقت میخوام گوشت رو بهش اضافه بکنم. ادویه هایی هم که من استفاده میکنم هیچ رو بهتون بگم، چون میدونم خیلی از ما ایرانی ها اولین کاری که میکنیم وقتی که میخواییم پاستا یا هر گوشتی رو بخواییم سرخ بکنیم، اولین چیزی که برمیداریم بهش اضافه میکنیم زردچوبه است. راستش رو بهتون بگم توی ایتالیا اصلا از زردچوبه استفاده نمیکنن، اصلا آنچنان مصرفی نداره، برای همین اون طعمش رو شاید یکم جا به جا بکنه. من الان میخوام گوشت رو بهش اضافه بکنم. من تقریبا الان حدود 500 گرم دارم گوشت استفاده میکنم. این 500 گرم گوشت حدودا برای یک ظرف لازانیا فکر کنم باید کافی باشه. اگر تعداد نفراتتون بیشتر بود، ظرفی هم که من دارم استفاده میکنم از این ظرف های بزرگ توی فر هستش، تقریبا حدود 30 تا 35 سانت درازاش هستش. گوشت رو هم با چیز بهش اضافه میکنم، ولی من الان وقتی که یکم گوشت باش تفت داده شد، بعد بهش ادویه‌مو که میخوام بهتون بگم چی هستش اضافه میکنم. ادویه که من استفاده میکنم فقط و فقط و فقط پاپریکا هستش و فلفل و نمک به هر حال بهش اضافه میکنید. یک قاشق چایخوری برمیدارم و اینجا یک قاشق چایخوری پر من بهش پاپریکای دودی اضافه میکنم. پاپریکا رو باش هم میزنیم و یک کم که این گوشتا از همدیگه باز شد و تقریبا همه چی یک کم بیشتر حالت چیزتر گرفتش، سرختر شدش، کم میکنم زیرش رو که گوشتی ها خیلی هم زیادی چیز نشه، چون بعضی وقتا که هر حرارت زیادی این گوشته شروع بکنه تون تون پختن و چیز میشه. اینجا من بهش فلفل دورمم رو اضافه میکنم و تفت میدم.
فلفل دلمه از اون چیزایی هستش که من راستش رو بهتون بگم خودم اضافهش میکنم بهش، چون به نظرم وقتی که معمولا با سس پاستا درست میکنیم شکر بهش اضافه میکنم، سرکه بهش اضافه میکنم. من اینو دارم دیگه، این شیرینی اون سویت بودن چیز رو از این فلفل دلمه. بعضی ها دوستان بهش هویج اضافه بکنن. راستش رو بهتون بگم هویج و کرفس برای راگوی اسپاگتی بالونیز استفاده میشه که اونو بعد بذارن 24 ساعت تقریبا پخته بشه با هم دیگه، ولی توی اینجا دیگه نیازی نداره. اگر دلتون خواست لازانیای ویجیتریان درست بکنید، میتونید از هویج استفاده بکنید که اونم تیکه‌های درشت درشت ببرید به جای گوشت ازش استفاده بکنید که خیلی هم خوشمزه میشه اتفاقا. خب الان گوشتم هم تقریبا آماده شده، تا این یکم دیگه با هم دیگه تفت بخوره من قارچ رو شروع میکنم به خورد کردنش. چاقوم رو برمیدارم، این تای قارچ رو میگیریم و دوباره قارچ به نظر من خیلی لذیذترش میکنه، ولی قارچ رو دراز دراز نندازید توش، خیلی 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 خورد ریز خوردش کنید، خوردش نکنید ریز خوردش کنید، یعنی خیلی حواستونم به گوشتتون باشه که همه اینا چیز تر باشه. یه مزه خوبی رو به غذا میده، یعنی یه جوری با همه چی همخونی داره به نظر من. میگم من اولین باری که این لازانیا رو برای که دوستای ایتالیاییم درست کردم خیلی با شک و تردید اومد خونم و گفتم من میخوام برای تو لازانیای ایرانی درست بکنم، چون هی برگشتش گفتش لازانیا اینجوری شما درستش میکنید لازانیا نیستش. گفتم نه بیا شما خونه ما این غذا رو بخور، اگر خوشت اومد که هیچ، اگر بدت اومد من اسمم عوض بکنم. و خیلی هم خوشش اومد، نیازی هم به عوض شدن اسم من نبود. من قارچ رو هم بهش اضافه میکنم اینجا. دیدید تقریبا برای این مقدار حدود 3 تا، اگر دلتون خواست میتونید 4 تا قارچ هم بهش اضافه بکنید، تعدادش بسته به خودتونه. قارچ آب امکان داره بندازه، برای همین سعی کنید خیلی زیادش نکنید، ولی یکی از این چیزاست که به نظر من واقعا تأثیر میذاره توی طعمش. یه همش میزنیم و دیگه الان گوشته تقریبا یکم پخته، یک قاشق سس ووستشر من بهش اضافه میکنم. سس ووستشر یه ترکیبی از چند تا، دو تا قاشق من بهش اضافه میکنم. سس ووستشر یه ترکیبی از به قولی یه ترشی شیرینی، یه طعمی هستش که به نظر من وقتی که به گوشت اضافهش میکنیم مخصوصا برای مارینید کردن اصلا به قولی متحول میکنه اون طعم رو، یک مخصوصا به گوشت تیکه خیلی نرمش میکنه، خیلی تندرترش میکنه، ولی توی سس هم برای چیز استفاده میکنن. اگر دلتون خواست توی این مرحله میتونید یک کم شراب قرمز بهش اضافه کنید، من خودم به شخصه اضافه نمی کنم، ولی تو رسپی های مختلف هستش که اضافهش میکنم. اینجا همه چی اضافه شد، میریم سراغ اضافه کردن سبزیجات. اورگانوی تازه، به 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 به، اینو بذاریم اینجا. میریم سراغ اضافه کردن جعفری، جعفری و اورگانو به نظر من کامل کامل از اون از اون سبزی هستن که به لازانیا میخورن، یعنی طعم لازانیا رو خیلی خیلی خوشمزه میکنن. میریم اضافهش میکنیم بهش، یا همش میزنیم و موقع اضافه کردن فلفل اصلاً هم رو درواسی نکنید برای اضافه کردن فلفل و نمک. همش میزنیم، تقریبا گوشتمون داره سرخ میشه. اینجا زمانی هستش که ما باید پازاتا رو بهش اضافه بکنیم.
پازاتا همونجور که بهتون گفتم گوجه فرنگی هستش که مثل رب گوجه فرنگی خودمونه و شلتر هستش. رب گوجه فرنگی حالت خیلی غلظت بالایی داره، حالت سفتر هستش، ولی پازاتا گوجه فرنگی هستش که پختن و خیلی رقیق‌تر هستش و فقط هم گوجه فرنگیه، یعنی با هیچ چیز دیگه مخلوطش نکردن. هستش پازاتاهایی که با طعم‌های مختلف مثل ریحون، سیر و اینجور چیزا بهش اضافه کردن، ولی سعی کنید از اونها استفاده نکنید چون طعم غذا رو شما دارید خودتون بهش میدید دیگه، اون یک طعم اضافه تری بهش میشه. خب پازاتا رو من بهش اضافه میکنم و همش میزنیم و میگذارم این، یه همه کلش میزنید، حتما مزهش بکنید. یکم نمک میخواد، بهش اضافه میکنم. همش می‌ذاریم دوباره و در ظرف رو می‌گذاریم و می‌ذاریم برای حدود نیم ساعت تا نیم ساعت، حدود 20 دقیقه تا نیم ساعت بهتون میگم، 20 دقیقه تا نیم ساعت این کامل جا بیفته، راگومون آماده بشه تا بریم سراغ لای لای چیدنش. خب فر رو روشن می‌کنم و می‌ذارم روی درجه حرارت 180 و میریم سراغ درست کردن لازانیا، یعنی چیدنش. عملا دیگه راگوی ما آماده شده، تقریبا گوشت غلظت پیدا کرده، خیلی خوشمزه اومده بیرون. سس هم من آماده شده، یکم من بهش پنیر اضافه کردم، رو حرارت ورش داشته بودم، الانم دوباره پنیر رو یکم بهش اضافه میکنم چون لابلاش هم میخوام بریزم دیگه، یعنی کار دیگه ندارم. کاری که من همیشه انجام میدم برای این لازانیا، یک قاشق بزرگ از این سس بشامل رو میریزم توی گوشتم، میذارمش کنار، اینم همش میزنم که این سس بشامل با این کامل مخلوط میشه، پنیرم توش هستشون، خودش یه طعم اضافه تری رو به گوشتتون میده. میدونم همه اینا قراره با هم دیگه بره پخته بشه، ولی این خودش خوشمزه ترش میکنه. این رو من کامل مخلوطش میکنم. برای درست کردن لازانیا خمیرهای مختلف وجود، من از خمیرهایی دارم استفاده میکنم تا اکثر سوپرمارکت ها میتونید پیداش بکنید، میتونید خمیر لازانیا رو اگر وقتش داشتید دوست داشتید خودتونم به شخص درستش بکنید، ولی اگر نه از همینا میتونید استفاده بکنید. فقط حواستون باشه اینها رو به هیچ وجه نباید همه رو با هم دیگه بجوشونید چون به هم دیگه میچسبن. کاری که میتونید انجام بدید، من خودم اینا رو خشک استفادهش میکنم، گاهی اوقات توی یک ظرف آب داغ هم میزنمشون و بعد اون وقت میچینمشون تای ظرف که اینا یکم بغلش اندازه ظرفتون میبریدش و بعد اون وقت اینا دوباره همینطور توی آب داغ میزنید به اندازه ظرفتون. من اینا فشار که میدید خودش به اندازه ظرفتون بغل تقی در میاد، نمیتونید روش هم بذارید، یک لایه کامل زیرش رو میذاریم بگیره. چون اینا خودش خشک هستش، خودش کمک میکنه که لازانیای شما خیلی ول نشه، شل نشه. برای همین سعی کنید اصلا خیس نباشه. این که وقتی که حتی لازانیای اون خمیرهای لازانیا هم که شما وقتی که استفاده میکنید اونا هم نیاز نداره که بپزیدشون. بعضی وقتا توی یک آب ولرم میگذارن که یکم خودش رو باز بکنه و بعد اون وقت پهنش میکنن توی ظرف. یک لایه از این گذاشتیم و میریم سراغ لایه اصلی. یه چیزی بهتون بگم. بعضی از رسیپی‌ها هستش که کف ظرف رو یکم یا سس بشامل میزن یا یکم از سس راگو میزن. من این کار انجام نمیدم. پس اگر دلتون خواست و دیدید کسی داره این کار انجام میده، میتونید انجام بدید. هیچ کاملا شخصی هستش. خب من اینو میزنم اینجا. گوشت رو میریزم. یه لایه. گوشت رو کامل. اینجا میریزیم روش. یکم از این پنیر، من از پنیر چدار دارم استفاده میکنم،
اگر دلتون خواست میتونید از پنیرهای دیگه هم استفاده بکنید و بعد سس پنیر رو روش میریزید. کامل پهنش میکنید. و یک لایه دیگه گوشت. یه چیزی که میتونم بهتون بگم این هستش که اگر دلتون خواست لازانیاتون پرملاتر باشه میتونید گوشتتون رو خب یه لایه کلفت‌تر بگذارید، ولی من خودم دوست دارم یکم این خمیرها رو مزهش زیر دندونمون بیاد. این رو میکنم، بذارم اینجا بقیهش رو. دوباره سرش رو میکنم که اندازه ظرفم بشه. میذارمش اینجا. و این هم میذاریم اینجا. چه جالب اینه که چون داره میاد بالاتر یه ذره ظرف یه ذره مخروطیه، این یکی درست جا شدیم بقید. دوباره یک لایه کامل از این گوشت رو من روی خمیرش میریزم و این میشه لایه آخر. شما دیگه نیازی نداره که یک لایه دیگه خمیر روش بریزید. من گوشت رو اضافه میکنم بهش، کامل از دو طرف بگیره، یک لایه درست روش رو بگیره و پنیر پیتزا رو اضافه میکنیم اینجا. پنیر چدار من دوباره دارم استفاده میکنم. پنیر گودام میتونید استفاده بکنید. پنیر گودام میدونم که هستش، ولی رنده شده باشه حتما پنیرش، یعنی جوری باشه که درست باشه. و اینجا یک لایه کامل از سس بشامل رو من روش میریزم که روش کامل با سس بشامل پر بشه. چون خود تو سسش هم پنیر داره، من دیگه خیلی روش رو نمیخوام پنیریش بکنم، چون به نظرم یه امکان داره خیلی چیز بکنه طعم شوری مزه. به هر حال نمک پنیر نمکیه و یکم شوره دیگه، نمکش رو ببره بالا، ولی یکم هم بد نیستش که روش رو اگه دوست داشتید یه خیلی چیز پنیر میریزیم. اینجا میریزم این دور و براش یکم دیدی اون گوشه های لازانیا یکم چیز میشه، وای برشته میشه. این دقیقا پنیرهایی ازش کن گوشش میریزیم و بعد من پنیر پارمزان روش میریزم. اگر دوست داشتید من گاه گداری از این آردای حالت برید کرامز یا آردای سوخاری هم روش میریزم، ولی خیلی کاملا دوباره شخصیه. اگر دوست داشتید در دسترستون بود بریزید، اگر نه نیازی نداره. به 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 این رو هم میریزیم و این لایه پنیر پارمزان روش هستش و این میره داخل فر تا برای حدود 20 دقیقه تا 25 دقیقه تا این خمیر کامل پخته بشه و طلایی بشه روش و بیاد بیرون برای خوردن آماده باشه. تو این فاصله که لازانیا توی فر هستش و داره میپزه، میخوام یکی از سالادهای معروف ایتالیایی که بسیار بسیار آسون هستش و خیلی خوشمزه هستش و کنار لازانیا هم خیلی خوب میشه رو به تو آموزش بدم. گوجه فرنگی بهش نیاز داریم. گوجه فرنگی های توی فصل و خوب که سعی کنید خوب به قولی شیرین باشه و اون مزه خوبش رو داشته باشه. گوجه فرنگی رو میبریم. اسم سالاد، سالاد گوجه فرنگی و موزارلا هستش و اینا رو میچینیم روی
برگ‌های روکولو یا همون راکت که اینجا بهشون میگن، توی ایتالیا بهشون میگن روکولو و فکر کنم به خاطر همون هستش که وارد ایران شده و به همون اسمم هم شناخته شده. یه چند تا از این گوجه فرنگی ها رو به این شکل میبریم، بذاریم رو، میچینیمشون و بعد روی اون رو پنیرهای موزارلا رو خیلی قشنگ میچینیم روش. میذارم به تیکه بزرگتر که خوب معلوم بشه گوجه ها و رنگش هم. اگه نگاه بکنید این دقیقا همون رنگ پرچم ایتالیا هستش دیگه. و روی اون رو ریحون میذارن. من روکولو رو یا روکولو رو فقط برای زیرش استفاده کردم، ولی اگر دلتون نخواستش توی سالاد اصلی اصلا شاید روکولو هم نباشه. یعنی من خودم دوست دارم یه طعم فلفلی مانند خوبی رو بهش میده و من خودم میپسندم، برای همین میذارم همیشه تو سالاد وقتی که میخوام با حالت بیس زیرش میذارم، پایش میذارم باشه. رو هر کدومشم از این ریحونهای خوشبو و خوشمزه ایتالیایی استفاده میکنم. البته راستش رو بهتون بگم هیچ ریحونی به نظر من اون ریحونهای خود ایران نمیشه که با کباب کوبیده میخوریم، ولی این ریحونا هم خوشمزه است، خوشبو هستش، خیلی خوش عطر هستش راستش رو بگم. و این برکارم چند تاشو میذارم گوشه، یعنی کاری نداره. دیدید در کمترین فاصله ما سالادمون درست شد. بعضی هم هستن که به این سالاد یک کوچولو پیاز اضافه میکنن، پیاز قرمز خرد شده کنارش هم میریزن، ولی من خودم به شخصه خیلی طرفدارش نیستم چون یه ذره به نظرم تندش میکنه، خودش خیلی تازگی و فرش بودن خاصی داره. روش روغن زیتون میریزیم، نمک و فلفل، به به به، و سرکه بالزامیک هم به این صورت همجوری روش میریزیم و این میشه سالاد خیلی خیلی راحت و خوشمزه موزارلا، پنیر موزارلا و گوجه فرنگی با ریحون. خب لازانیا آماده شدش، آوردمش بیرون. همیشه بگذارید برای حدود یه 10 دقیقه یه رو بین بمونه تا این خودش رو بگیره، اون یه کمی خنک‌تر و ولرم‌تر بشه و اینا یه لایه‌لایه‌اش دیگه خیلی به هم نریزه وقتی که می‌خواید سروش بکنید. لازانیا ایرز پس آماده شدش، سالاد پنیر موزارلا و گوجه فرنگی و ریحونم کنارش گذاشتم و آماده شده. اگر این غذا رو درست کردید حتما حتما برام کامنتش بکنید، حتما حتما برامون عکسش رو بگیرید و بفرستید. دوست دارم بدونم نظرتون چجوریه، چون این از اون رسیپی‌هایی هستش که خودم یه تغییراتی دادم بهش و دوست دارم ببینم شما چی فکر می‌کنید. حتما حتما با ما از طریق اپلیکیشن و وبسایتمون در تماس باشید و عکس‌ها رو برامون بفرستید. تا یک برنامه نمکدون دیگه، خدا نگهدار.